سلام دوستان، به کانال دویچ میت سمی خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام براتون جمله ها یا اصطلاحاتی که احتمالا مورد نیازتون خواهد بود اگر بچه مهد کودکی دارین رو بگم. پس با من همراه باشید. خب با هم دیگه شروع میکنیم با کیندرگارتن. در کیندرگارتن یعنی مهد کودک، ولی جدیدن دیگه بهش میگن کیتا، کیندر تاگسشتته، به دلیل اینکه بچه خب الان دیگه اینجوری شده که از صبح میره معمولا تا بعد از ظهر، دیگه بهش نمیگن کیندرگارتن، بهش بیشتر میگن دی کیندر تاگسشتته، یا اینکه کوتاه مخففش که بیشتر استفاده میشه دی کیتا. دی کیتا. توی مهد کودک گروه های مختلفی وجود دارن که به اونا میگن گروپه، گروه، دی گروپه، یا اینکه گروپن جمعش، و تو هر گروه یک مربی وجود داره یا چند تا مربی وجود داره معمولا که به اون میگن اتسیا، دیا، اتسیا مرد، دی اتسیاغین زنه. یه سری مهد کودک ها هستن که یک نفر هستش که مسئول کل گروهه، یعنی یک نفر رئیس کل گروهه و به اون میگن گروپنلایتونگ، دی گروپنلایتونگ. بعد از مهد کودک ها هم اینجوریه که اصلا رئیس گروه وجود نداره، ولی مثلا من وقتی که دخترمو بردم مهد کودک، از اون خانومی که مسئول دخترم بود اوایل، حالا براتون میگم اسم اونها همه چیه، پرسیدم که زینزی دی گروپنلایتونگ، زیند زی دی گروپنلایتونگ، به این دلیل که اگر اتفاقی بیفته آدم باید بره پیش اون مسئول اصلی، که ایشون گفتن که نه، توی مهد کودک ما اصلا گروپنلایتونگ وجود نداره، یعنی تو مهد کودک ما اینجوریه که همه اتیا، همه مربیا یکسانن. پس گروپنلایتونگ اگر باشه در مهد کودک شما به این صورت، یعنی مسئول یا رئیس کل گروه. به رئیس کل مهد کودک میگن دی کیتا لایتونگ، دی کیتا لایتونگ، که رئیس کل مهد کودک، کل گروه هاست. یه اسم دیگه داریم، اون هستش التان بایغات. التان بایغات به این صورتی که وقتی که التان آبند هست، التان آبند یک شبیه که معمولا اول و اوایل سال میذارن اینو، پدر مادر رو میرن، پدر مادر رو گروه گروهه، برای هر گروه پدر مادر رو میرن اونجا و مربی ها نشستن، کیتا لایتونگ هم میاد و راجع به کل سال صحبت میکنن، پدر مادرایی که جدید اومدن رو بهشون خوش آمدگویی میکنن و برنامه های سال رو توضیح میدن، به اون میگن التان آبند، التان آبند. و در التان آبند التان بایغات انتخاب میشه، معمولا دو نفرن که انتخاب میشن از پدر مادر رو، و اگر مشکلی پیش بیاد برای پدر مادرای دیگه، میرن به اون شخص، به اون دو نفر میگن و اون دو نفر سعی میکنه با رئیس مهد کودک دنبال یک لوزونگ، دنبال یک معنیشو براتون مینویسم، دنبال یک لوزونگ بگرده. یا اگر مثلا کیتا لایتونگ یه مشکلی داره با پدر مادرای یک گروه، میاد به التان بایغات میگه و اونها سعی میکنن حل کنن مشکل رو. یا مثلا اگر برای واینختن کادو میخوان بدن پدر مادر رو، همه پولا رو میدن به التان بایغات و التان بایغات برای گروه، برای مربیای گروه کادو میخره. یا اگر یک مربی بخواد بره از مهد کودک هم به همین صورته. همه مهد کودک ها التان بایغات ندارن، ولی بیشتریاشون دارن. پس اینم التان بایغات. یه اسم دیگه ای که خوبه شاید بدونید هستش فورشول کیند. فورشول کیند، فورشول کیند بچه هایی هستن که سال بعد قراره برن مدرسه. فورشول یعنی قبل از مدرسه، سال آخر مهد کودک، اون بچه که در سال آخر مهد کودک هستن، اونا فورشول کینده هستن. خب این از اسمایی که مهم بودن فکر میکنم. بریم با هم جمله هامون رو ببینیم. اول با اینگوونونگ شروع میکنیم. اینگوونونگ وقتیه که وقتی بچه تون اولین بار داره میره مهد کودک، اول اینگوونن میشه. یعنی چی؟ یعنی یک مدت زمانیه که بچه عادت بکنه به مهد کودک، به محیط، به افراد جدیدی که دور و برش هستند. دی اینگوونونگ، دی اینگوونونگ زایت، اون زمان
eingewöhnen hast. یعنی زمانیه که برای عادت کردن نیازه. اگر مثلا بخواید بپرسید این زمان eingewöhnen, این زمان عادت کردن بچه چقدر طول میکشه؟ میتونید بپرسید wie lange dauert die Eingewöhnungszeit? Wie lange dauert die Eingewöhnungszeit? یعنی همین زمانی که بچه نیاز داره برای عادت کردن به محیط و به مردم جدید این چقدر طول میکشه؟ اگر بخواید بپرسید پروسه eingewöhnen به چه صورته در مهد کودکی که مورد نظرتونه میپرسید Wie läuft die Eingewöhnung ab? Wie läuft die Eingewöhnung ab? یعنی این پروسه eingewöhnen, این پروسه عادت کردن چقدر طول میکشه؟ معمولا برای eingewöhnen همیشه اینجوریه که یک مربی میاد مخصوصا برای یک بچه فقط وقتشو برای یک بچه میذاره تا اون بچه عادت بکنه. به اون مربی، به اون شخص میگن Bezugsperson. Bezugsperson. شما وقتی مادر بچه هستین، شما Bezugsperson اون بچه هستین و در مهد کودک هم سعی میکنن یک کسی رو جایگزین شما کنن برای چند وقت اول. فقط اون شخص کل وقتشو بذاره برای بچهتون تا بچهتون عادت بکنه به محیط. به اون میگن Bezugsperson. میتونید بپرسید Wer ist die Bezugsperson meines Kindes? چه کسی Bezugsperson بچه من هست؟ میتونید هم اسم بچهتون رو بگین. Wer ist die Bezugsperson von اسم بچهتون رو بگید. اگر بخواید بگید دختر من یا پسر من میتونید بگید Wer ist die Bezugsperson meiner Tochter? چه کسی همون Bezugsperson دختر من هست؟ یا Wer ist die Bezugsperson meines Sohnes? چه کسی Bezugsperson پسر من هست؟ میتونید بپرسید چه کسی این eingewöhnung رو انجام میده؟ در واقع بازم سوالمون همون Bezugsperson بچه‌مون هست. چه کسی این پروسه عادت کردن رو با بچه من انجام میده؟ Wer gewöhnt mein Kind ein? Wer gewöhnt mein Kind ein? چه کسی بچه من رو عادت میده به مهد کودک؟ به جای mein Kind همیشه شما میتونید اسم بچه‌تون رو بذارید. خب این از پروسه عادت دادن بچه به مهد کودک که همیشه هر مهد کودکی فرق میکنه با مهد کودک دیگه. سوال بعدی شاید بخواید راجع به میتاکسشلاف، راجع به خواب ظهر بچه سوال بکنید. میتاکسشلاف یعنی خواب ظهر. میتونید بپرسید ساعت چند بچه ها ظهر را میخوابن؟ میتونید بپرسین welche Uhrzeit, ساعت چند welche Uhrzeit halten die Kinder Mittagsschlaf? Welche Uhrzeit halten die Kinder Mittagsschlaf? یعنی ساعت چند بچه ها ظهرها میخوابند؟ میتونید بپرسید چند ساعت بچه ها ظهرها میخوابند؟ میتونید بپرسید Wie lange schlafen die Kinder mittags? Wie lange schlafen die Kinder mittags? چند ساعت، چقدر بچه ها ظهرها میخوابند؟ میتونید همینجوری بپرسید Wie lange halten Kinder Mittagsschlaf? اینم میشه پرسید. اگر بخواید بگید بچه من هنوز ظهرها میخوابه یا هنوز ظهرها باید بخوابه، میتونید بگید Meine Tochter, دختر من، یا Mein Sohn, پسر من، یا اسم بچهتون رو بگین Muss mittags noch schlafen. هنوز باید ظهرها بخوابه. Mein Kind muss mittags noch schlafen. بچه من باید ظهرها هنوز بخوابه. راجع به برداشتن بچه از مهد کودک وقتی میریم دنبالش دوباره، میتونیم بپرسیم Wann muss mein Kind abgeholt werden? Wann muss mein Kind abgeholt werden? ساعت چند، کی باید بچه‌ام کسی بیاد سراغش، کی باید دنبالش کسی بیاد. پس Wann muss mein Kind، به جای mein Kind بازم اسم بچه‌تون رو میتونید بگین abgeholt werden. میتونید بگید امروز زودتر میایم دنبالش.
میتونید بگین heute holen wir یا اینکه hole ich heute hole ich یعنی من میام دنبالش یا اینکه holen wir ما میایم دنبالش heute hole ich mein Kind früher ab heute hole ich mein Kind früher ab یعنی امروز زودتر میام دنبال بچه‌م اگر بخوایم بگیم دیرتر میگیم heute hole ich mein Kind später ab امروز دیرتر میام دنبالش میتونین هم ساعت رو بگین heute hole ich mein Kind حالا دیانا مثلا schon um zwei ab امروز ساعت دو میام دنبال دخترم میتونید حالا هر ساعت دیگه ای رو جایگزینش کنید دیگه heute hole ich Diana um 2 Uhr ab. بخواییم بگین امروز بچه تون پدر بزرگ مادر بزرگش مثلا میاد دنبالش یا باباش میاد دنبالش یا عموش میاد دنبالش یا دوستتون میره دنبالش میتونید بگید heute wird mein Kind اسم بچه تون رو میتونید بگید heute wird mein Kind von der Oma abgeholt امروز بچه‌م رو مادر بزرگش میاد دنبالش یا اینکه heute holt die Oma mein Kind ab امروز مادر بزرگش میاد دنبال بچه‌م حالا بازم اسمش حالا heute holt die Oma Diana ab میتونید بگید der Opa پدر بزرگ der Papa بابا meine Freundin دوستم یا هر کس دیگه‌ای که در نظر دارید. میخوای کلی بپرسید چه ساعتی ساعت ورداشتن بچه ها هست از مهد کودک. میتونید بپرسید Wann ist die Abholzeit? Wann ist die Abholzeit? چه وقتی وقت ورداشتن بچه ها هست؟ یا اینکه میتونید بپرسید تا ساعت چند میتونم بچه‌م رو وردارم؟ میتونید بپرسید Bis wann kann ich mein Kind abholen. یا اینکه شاید بخواید بپرسین دیر دیر کی میتونم بچه‌م رو بردارم یعنی آخرین وقت اجازه برداشتن بچه از مهد کودک کیه میتونید بپرسید Bis wann muss ich spätestens اسم بچه‌تون حالا من میگم mein Kind abholen Bis wann muss ich spätestens das Kind abholen اگر بخواید بپرسین تا ساعت چند دیر دیر بچه‌تون رو میتونید ببرین مهد کودک چون همه مهد کودک‌ها سر یه ساعت خاصی درشون رو دیگه می‌بندن دیگه کسی رو اجازه نمیدن وارد بشه اون موقع میتونید بگید Bis wann ist die Bringzeit Bringzeit یعنی وقت آوردن Abholzeit وقت برداشتن بچه پس die Bringzeit وقتی که میتونید بچه رو ببرید مهد کودک هنوز من دیدم راجع به میتاکس شلاف یه چیزی رو جای انداختم میتاکس شلاف همون زمانیه که بچه میخوابه ظهرها اگر مثلا بخواید بگید بچه من امروز ظهر خوابید میتونید بپرسید hat mein Kind اسم بچه‌تون رو بگید hat mein Kind heute Mittagsschlaf gehalten hat mein Kind heute Mittagsschlaf gehalten بچه امروز ظهر خوابید اگر بخواید بپرسید طول خوابش یعنی چند ساعت خوابید چقدر بود میتونید بپرسید Wie lange hat mein Kind heute Mittag geschlafen? Wie lange hat mein Kind heute Mittag geschlafen? Das Mittagessen. Das Mittagessen یعنی غذای ظهر، نهار. بخواید بپرسید غذای امروز چی بود؟ میتونید بپرسید Was gab es heute zu Mittag? Was gab es heute zu Mittag. اگر بخواید بپرسید بچه‌م خوب غذا خورد میتونید بپرسید hat mein Kind heute gut gegessen? Hat mein Kind heute gut gegessen? یعنی امروز خوب غذا خورد منظور از خوب اینه که به اندازه کافی زیاد غذا خورد اگر بخواید بگید مثلا بچه‌م گوشت خوک نمیخوره یا گوشت نمیخوره یا یکی از سبزیجات رو نمیخوره هر چیزی میتونید بگید مثلا برای گوشت خوک mein Kind
ist kein Schweinefleisch. Mein Kind isst kein Schweinefleisch. اگر بخواید بگید بچم اجازه نداره گوشت خوک بخوره میتونید بگید Mein Kind darf kein Schweinefleisch essen. Mein Kind darf kein Schweinefleisch essen. اگر بخواید بگید به طور کلی بچهتون کلن خوب غذا نمیخوره بچه نیستش که زیاد غذا بخوره میتونید بگید Mein Kind ist kein guter Esser. Guter Esser کسیه که بیشتر بر بچه ها استفاده میشه که زیاد غذا نمیخورن بچه هایی که با غذا بازی میکنن یا همش میگن اینو نمیخوام اونو نمیخوام از این غذا خوشم نمیاد میتونید بگید Mein Kind یا اینکه اگر دختره میتونید بگید مثلا دیانا دیانا ist keine gute Esserin Esserin برای خانوم برای مؤنث یا مثلا مارک مثلا اسم پسر مارک ist kein guter Esser اینو بگین طرف مقابل میفهمه که کلن زیاد غذا نمیخوره سراغ پوشک به پوشک میگن دی ویندلن دی ویندلن یه دونه دی ویندلن چندین تا اگر مثلا بخوایم بگین بچه من هنوز پوشکیه میگین Mein Kind trägt noch Windeln Mein Kind trägt noch Windeln یعنی بچه‌م هنوز پوشکیه اگر بخواید بگید دارید سعی میکنه یعنی بچه‌م داره سعی میکنه که دیگه از پوشک درات میتونید بگید Mein Kind versucht trocken zu werden Mein Kind versucht trocken zu werden trocken یعنی خشک ولی اینجا به معنی اینه که دیگه داره سعی میکنه که دیگه پوشک استفاده نکنه اگر بخواید بگید که شما دارین سعی میکنید که بچهتون بره مثلا روی لگن یا توالت بهش میگن تپفین ترینینگ تپفین ترینینگ تپفین یعنی لگن ولی حتی اگر بچه مثلا توالت هم چون که همه از لگن که استفاده نمیکنن از این زیتسایی که مخصوص توالت هم هست بازم به اون میگن تپفین ترینینگ بچه‌ای که داره سعی میکنه توالت رفتن رو یاد بگیره میتونید بگید Wir machen Töpfchentraining. Wir machen Töpfchentraining. یعنی اینکه ما داریم سعی میکنیم توالت رفتن رو یاد بگیریم. یعنی در واقع نه اینکه ما بلکه ما وقتی میگیم ما منظور اینه که داریم به بچه‌مون یاد میدیم. دیگه با هم دیگه بعد بره آدمو بیاد. پس wir machen Töpfchentraining. یعنی که wir machen zurzeit در حال حاضر Töpfchentraining. چون که وقتی اینو بدونن مربیا اونها هم تو مهد کودک حواسشون هست بچه رو سر وقت بفرستن توالت اگر بخواید بگید بچه‌م نمیتونه تنهایی بره توالت میتونید بگید Mein Kind kann nicht alleine auf die Toilette gehen Mein Kind kann nicht alleine auf die Toilette gehen اگر بخواید بگید هنوز نمیتونه میتونید بگید Mein Kind kann noch nicht alleine auf die Toilette gehen. بخواید بگید به کمک نیاز داره بعد بگید برای اون کار به کمک نیاز داره میتونید بگید Sie braucht noch Hilfe یعنی او به کمک نیاز داره برای اون کار به کمک نیاز داره Sie braucht noch Hilfe dabei اینم از این بگید بچم آلرژی داره اگر بخواید بگید آلرژی های مختلف داره میتونید بگید Mein Kind hat diverse Allergien Mein Kind hat diverse diverse یعنی مختلف انواع مختلف Allergien یعنی آلرژی های مختلف داره اگر بخواید بگید آلرژی داره بر ضد یه چیز خاص میتونید بگید Mein Kind hat eine آلرژی گیگن حالا مثلا ما میگیم پالن این آلرژی بهاری هستش که توی هوا نمیدونم الان فارسیش چیه مینویسم براتون پس Mein Kind hat eine Allergie gegen بعدش میتونید بگید بر ضد چی آلرژی چی داره بعد از این گیگن میتونید اسم اون رو بیارید حالا ما گفتیم پالن به این آلرژی بهاری
کلمه بعدی هست وکسلوشه. وکسلوشه به لباسهایی میگن که میذاریم تو مهد کودک که اگر بچه کثیف شد، لباسش خیس شد، تو خودش ریش کرد، بتونه عوض کنه. وکسلوشه. امکان داره مربی بگه که ایه کیند براخت ناخ وکسلوشه. بچهتون هنوز به وکسلوشه نیاز داره، یعنی در واقع باید بیارین اینجا. ایه کیند براخت ناخ وکسلوشه. یا اینکه زی موسن دی وکسلوشه آفولن. این یعنی اینکه یه سری چیزا خالی شده، بعد پرش کنین. چیزایی که استفاده شده رو بیارین بذارین سر جاش. پس وکسلوشه به لباسی میگن که میذاریم تو مهد کودک بمونه که اگر لباسا کثیف شدن به هر دلیلی بتونن مربی ها عوض کنن. امکان داره همون اوایل مربی بپرسه که آیا بچهتون همه واکسن ها رو داره. میپرسه هات ایه کیند alle Impfungen schon. Impfung یعنی واکسن. Impfungen واکسن ها. بچهتون همه واکسن ها رو داره. Hat ihr Kind alle Impfungen schon یا bereits یعنی همه رو داره. اگر میرید سراغ بچهتون و میخواید بپرسید همه چی اوکی بود، همه چی خوب بود، مشکلی پیش نیامد، میتونید بپرسین از مربی و alles in Ordnung و alles in Ordnung یعنی همه چی خوب بود، همه چی اوکی بود. یا میتونید بپرسید و heute امروز و heute alles in Ordnung امروز همه چی اوکی بود. حالا مثلا میخوایم بگیم بچه‌م یک زخمی روی پاش داره، رو زانوش داره، افتاد آیا؟ بازم من میگم mein Kind، ولی شما اسم بچه‌تون رو خب مسلما باید بگین. Mein Kind hat eine Wunde am Knie. Mein Kind hat eine Wunde am Knie. Wunde یعنی زخم و کنی یعنی زانو. بچه من یک زخم داره روی زانوش. اگر دختره بعد بگین ist sie hingefallen. hinfallen یعنی افتادن. ist sie hingefallen یعنی آیا او افتاد. hingefallen پارتیسیپ دوی فعل hinfallen هست دیگه، با فعل کمکیه sein. ist sie hingefallen. اگرم پسر بچهتون ist er hingefallen. پس گفتیم بچه من یک زخم داره روی زانوش، آیا افتاد. حالا روی زانو شما میتونید جایگزین کنید با آرنج، با کتف، با صورت. برای اعضای بدن دو تا ویدیو گذاشتم که همه اعضای بدن رو توش گفتم. اگر یادم بمونه لینکش رو این بالا میذارم، وگرنه میتونید توی پلیلیست کتابخانی پیدا کنیدش این رو. خب این از این. پس پرسیدیم آیا افتاد بچه‌مون. براتون چند تا فعل میگم که بتونید استفاده کنید اگر بخواید راجع به بچه دیگری صحبت کنید. مثلا میخواید بگید بچه دیگری بچه‌م رو اذیت کرد، هول داد، زد، داشت خفه میکرد. چون که همه این سوالا بودش که برای من فرستادین، همه این اتفاقا مثل اینکه متاسفانه افتاده، پس شاید نیازتون باشه. هول دادن میشه شوبسن. شوبسن یعنی هول دادن. اگر بخواید مثلا بگین اون یکی بچه، حال باید اسمش رو بگین یا اینکه نشونش بدین، به هر حال میتونید بگید مثلا ماریا، مثلا اسم اون یکی بچه است، هات ماین کیند اسم بچه خودتون رو گشوبست. ماریا هات ماین کیند اسم بچه‌تون گشوبست. یعنی ماریا بچه من رو هول داد. اگر بخواید بپرسید کسی بچه من رو هول داد، میتونید بپرسید هات یمند ماین کیند گشوبست. کسی بچه من رو هول داد. پس شوبسن یعنی هول دادن. گشوبست اگر بخوایم برای گذشته صحبت کنیم با فعل کمکی هابن. اذیت کردن، بخوایم بگیم بچه های دیگه بچه من رو اذیت میکنن، میتونیم از فعل ارگن استفاده کنیم. ارگن یمندن ارگن کسی رو اذیت کردن. بخوایم بگیم بچه های دیگه بچه من رو اذیت میکنند، میگیم دی اندرن کیندر ارگن مین کیند. دی اندرن کیندر اون بچه های دیگه ارگن اذیت میکنن مین کیند بچه من رو، که بازم اسم بچهتون رو بگین بهتره. اگر سوال کن میخواید سوال کنید بچه های دیگه بچه من رو اذیت میکنن، میتونید بپرسین ارگن دی اندرن کیندر مین کیند. ارگن دی اندرن کیندر مین کیند بچه های دیگه بچه من رو اذیت میکنند.
اگر بخواین بگین مثلا بچم به هم گفت که اون دختره، حالا اسمشو میگی، اسمی انتخاب میکنم براش، بچم رو اذیت کرده، میتونیم بگیم مثلا اسم بچهتون هست ماریا، میگین ماریا هات میر ارزلت، ماریا برام تعریف کرد، ماریا هات میر ارزلت داس ایکس ایپسیلون، حالا اسم اون که بچه رو میگین، زی گرگت هات. پس ماریا hat mir erzählt, da man Tarif gehabt, hat mir erzählt, dass, masalan, Lukas sie geärgert hat. Ke Lukas aziatisch gerde. Agar bachatun pesare, khob be jay in zi bad er begin dige. Masalan, agar bachatun hast, esmish Anton, mesal pesar, Anton hat mir erzählt, Anton beim Tarif gehabt, dass Lukas ihn, Ura, ue Mart, geärgert hat. Pas agar bachatun dukhtar az zi estefade mikonid dar jomle dovom. Agar bachatun pesare az ihn estefade mikonid dar jomle dovom. Fe'l ba'di schlagen. Schlagen yani zadan. Bekhoyed beporsin kasi bache man ro zad, migin hat jemand mein Kind geschlagen? Hat jemand mein Kind geschlagen. کسی بچه من رو زد. شاید قشنگتر باشه بپرسین، نگین کسی، چون که شاید سوء تفاهم پیش بیاد، بپرسین بچه دیگری بچه من رو زد. میپرسین hat ein Kind، یک بچه، mein Kind geschlagen. اگرم میدونید خب چه کسی بچهتون، شاید بهتون گفته که مثلا فلانی اسم بچه دیگر رو گفته، میتونید بپرسین اسم بچه رو میتونید بذارید، میتونید بگید مثلا hat Lea mein Kind geschlagen. به جای mein Kind هم مثل بچه خودتون رو دیگه. Hat Lea mein Kind geschlagen. Lea بچه من رو زد. فعل بعدی würgen. Würgen یعنی خفه کردن. میتونید بگید Hat jemand mein Kind gewürgt. Hat jemand mein Kind gewürgt. یعنی کسی بچه‌م رو گلوش رو فشار داد، خواست خفش کنه. حالا میخوایم بگیم بچه من دیگه صبح ها با کمال میل نمیاد مدرسه، دوست نداره، میگم مدرسه مهد کودک، دوست نداره بیاد مهد کودک، اتفاقی افتاده، میتونیم بپرسیم mein Kind، بازم اسم بچه‌مون رو مسلماً، kommt morgens nicht mehr gern in die Kita. Mein Kind kommt morgens nicht mehr gern in die Kita. Ist etwas vorgefallen? Ist etwas vorgefallen? Also, mein Kind kommt morgens nicht mehr gern in die Kita. Ist etwas vorgefallen? اتفاقی افتاده؟ بچه هم دیگه صحبت نمیاد خوشحال، یعنی گرنه، یعنی با کمال میل نمیاد مهد کودک، اتفاقی افتاده. بگیم جدیدن بچه‌م میترسه بیاد مهد کودک، اتفاقی افتاده، میتونیم بپرسیم mein Kind hat neuerdings، neuerdings یعنی جدیدن، قبلا اینجوری نبوده الان اینجوریه، mein Kind hat neuerdings Angst in die Kita zu kommen. Mein Kind hat neuerdings Angst in die Kita zu kommen. Ist etwas passiert? این vorgefallen و passiert رو میتونیم جایگزین هم کنیم. Ist etwas vorgefallen یا ist etwas passiert؟ اتفاقی افتاده. Angst هم یعنی ترس دیگه، میترسه بیاد مهد کودک. حالا برعکسش اگه بخوایم بگیم خیلی خوشحاله که اینجاست، خیلی احساس خوبی داره اینجاست، صبحا دوست داره بیاد مهد کودک، میتونیم بگیم mein Kind fühlt sich hier sehr wohl. Mein Kind fühlt sich hier sehr wohl. اینجا از اینکه اینجا هست احساس خیلی خوبی داره. Sie kommt morgens gern in die Kita. اون با کمال میل صبح میاد مهد کودک. Sie kommt morgens gern in die Kita. اگر بچه‌تون دختره از زی استفاده میکنید، به جای mein Kind هم همیشه اسم بچه رو بگین بهتره. و اگر پسر میگین er kommt morgens gern in die
Kita. Die Brotdose. Die Brotdose. به اون ظرفی میگن که غذا برای بچه میذاریم صبح که حالا صبحونه بخوره، گاهی وقتا هم بعد از ظهر هم دوباره از تو همون باکس میخورن. پس دی بوت دوزه. اگر بخواید بپرسین چه چیزهایی رو اجازه دارم بذارم توش یا چه چیزهایی رو بدم بچم بیاره با خودش، میتونین بپرسین واس داف ایخ این دی بوت دوزه پکن، چه چیزهایی رو میتونم داخل این بوکس بریزم اجازه دارم. اگر بخواید بگید میتونم، میتونید بپرسید واس کن ایخ این دی بوت دوزه پکن، چه چیزهایی رو میتونم توی این باکس بریزم. اگر بخواید بپرسید چه چیزهایی رو اجازه نداره بچه‌م با خودش بیاره، میتونید بپرسید was darf mein Kind nicht mitbringen. Was darf mein Kind nicht mitbringen. چه چیزهایی رو اجازه نداره با خودش بیاره. این جمله رو اگر برای غذا میخواید بپرسید فقط وقتی میتونید استفاده کنید که قبلش راجع به غذا صحبت شده بوده. اگر صحبت نشده بوده بعد بازم از همون بودوزو و پاکن و اینا استفاده کنید که اون وقت میتونید بگید Was darf ich nicht in die Brotdose packen؟ چه چیز رو اجازه ندارم توی این باکس بریزم که با خودش بیاره. حالا اگر بخواید بگید بچم امروز نمیاد مهد کودک، زنگ بذارید بگید ابملدنش بخواید بکنید، یا فردا نمیاد یا هفته دیگه نمیاد، میتونید بگید Mein Kind kommt heute nicht in die Kita. Mein Kind, بازم اسم بچه‌تون، kommt heute nicht in die Kita. بچه‌م امروز نمیاد مهد کودک. فردا morgen. پس فردا übermorgen. پس اون فردا übermorgen. هفته دیگه nächste Woche. میخواید بگید او مریضه. یا اینکه sie ist krank. او مریضه. میخواید بگید او سرما خورده. sie hat eine Erkältung. Eine Erkältung. سرما خورده. بخواید بگید او ببخشید اسهال داره. یعنی که sie hat Durchfall. Durchfall یعنی اسهال. Durchfall. sie hat Durchfall. بخواید بگید تب داره. یعنی که sie hat Fieber. فیبر. بخواید بگید آنفولانزا، فکر کنم بهش میگن، میبینم براتون مینویسم معنی اصلیشو. بخواید بگید سرماخوردگی خیلی شدید. دی گریپه. دی گریپه. زی هات اینه گریپه. گریپه. اینه گریپه. یه مریضی هست که با اسهال استفراغه، فکر کنم به در فارسی به اون میگن ماگن دام Grippe. Sie hat eine Magen-Darm-Grippe. Magen-Darm-Grippe. Magen-Mede, Darm-Rude. Magen-Darm یعنی که هم بالا میاره هم دوشفال داره. بعد هم بخواید بگید که فقط یک ترمین داره برای دکتر، مثلا اصلا مریض نیست. میتونید بگید یعنی که sie hat einen Arzttermin. آتسمین یعنی وقت دکتر داره. یا یعنی اینکه اصلا میخواید بگید همینجوری خونه میمونه، اصلا مریض نیست، همینجوری میخواد خونه بمونه، میتونید بگید یا یعنی که اسم بچه‌تون رو میگید معمولا bleibt heute zu Hause. یا یعنی که sie ist aber nicht krank، ولی مریض نیست. یا یعنی که sie möchte einfach so، همینجوری. یا یعنی که sie möchte einfach so heute zu Hause bleiben. او میخواد همینجوری فقط خونه بمونه، مریض نیست. پس یعنی که اسم بچه‌تون bleibt heute einfach so zu Hause. یعنی که sie ist nicht krank. برای قسمت پوشک اینو یادم رفت بگم، اگه بچه‌تون پوشکیه و میخواید بپرسید به اندازه کافی هنوز مثلا پوشک هست یا دستمال خیس هست، میتونید بپرسید hat sie حالا دختر یا پسر من نمیدونم، hat یا اینکه sie noch genug windeln. hat یا اینکه sie noch genug windeln، یا اینکه sind noch genug windeln da. پس یه بار پرسیدیم آیا او به اندازه کافی هنوز پوشک داره، تو جمله دوم sind genug windeln da.
اونجا پرسیدیم که آیا به اندازه کافی هنوز پوشک هستن اونجا، وجود دارن هنوز. برای دستمال مرطوب هم میتونیم بگیم فاشت تویشه. فاشت تویشه یعنی دستمال مرطوب. به جای ویندل میتونیم فاشت تویشه استفاده بذاریم و اون وقت داریم میپرسیم که آیا دستمال مرطوب هنوز به اندازه کافی هست. پرسید با چه کسی بچم خیلی خوشش میاد بازی کنه، میتونیم بپرسین mit wem spielt er، یا اینکه زی گیان. mit wem spielt er، یا اینکه زی گیان. با چه کسی او با کمال میل بازی میکنه. میخوایم بگیم دوست پیدا کرده، دوست زیاد پیدا کرده، میتونیم بپرسیم hat mein kind، بازم اسم بچه، hat mein kind freundschaften geschlossen. hat mein kind freundschaften geschlossen، یعنی بچه‌م دوستان پیدا کرده. یا اینکه میتونیم بپرسیم hat mein kind schon freunde gefunden. hat mein kind schon freunde gefunden، بچه‌م دوست پیدا کرد. و یه کلمه دیگه هم شاید نیازتون باشه، لایزه، یعنی شپش. لایزه. فکر میکنم کافی باشه، ویدیو بازم خیلی طولانی شد. ممنون که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. همونجوری که اول ویدیو گفتم، اگر جمله‌ای دارین که توی ویدیو نگفتم براتون، توی کامنت ها بنویسین، براتون ترجمهش رو مینویسم. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون باشه.